سلام بالاخره پس از یک هفته کش و قوس و های مختلف توسط سران رژیم در خصوص خرید واکسن کرونا رئیس کل بانک مرکزی رژیم شب گذشته در اخبار 21 تلویزیون رژیم اعلام کرد که 200 میلیون یورو برای خرید 16 میلیون و 800 هزار دوز واکسن اختصاص داده شده به این ترتیب به موضوعی که میرفت به یک بحران سیاسی اجتماعی همچنین اعتراضات مردمی تبدیل بشه به طور مقطعی هم شده خاتمه دادن روزنامه حکومتی جهان صنعت در مقاله‌ای در این باره می نویسه 80 کشور 7 میلیارد دوز واکسن فایزر را تهیه کردند تا اون رو به صورت رایگان در اختیار مردم قرار دهند در لیست کشورها حتی نام کشورهای فقیر و بحران زده مانند اکوادور، پاناما، قزاقستان، عراق و ونزوئلا هم دیده میشه. این در حالیه که نام ایران جزو خریداران نبود. این تناقض در نگاه مردم اونقدر آشکار بود که اعتراض بخش بسیار کوچکی از جامعه در توییتر ترند شد تا جایی که حتی صدای رسانه های حکومتی رو هم در آورد که البته نوک کوه یخ نارضایتی جامعه رو منعکس میکرد. روزنامه تجارت نیوز در این باره میگه طی مقاله‌ای با عنوان ماجراهای عجیب پروسه خرید واکسن ضمن بیان روایت های متناقض کارگزاران حکومتی تصمیم گیرندگان حکومتی رو به نقل زمزمه های مردم در مقابل این سوال قرار میده که چرا رژیم واکسن کرونا نمیخره؟ بله واقعا چرا؟ چرا خامنه روحانی یک هفته در خرید واکسن با بحانه های مختلف که کارشناسان اون رو به سخره گرفتن تعلل کردند. اجازه بدید پاسخ این سوال رو ابتدا با دو واکنش از انبوه واکنش های کارشناسان و متخصصین امر پاسخ بدید. محمد رضا ناظر رئیس بخش افونی بیمارستان دورستان میگه مسئولان جان مردم و کادر درمان رو بازیچه کمکاری های خود قرار دادند. حق مسلم کادر درمان و مردم است که دولت برای ما واکسن کرونا را تهیه کند به دنبال اون روزنامه حکومتی شرق هم می نویسه چرا مردم و کادر درمان ما باید از تزریق واکسن محروم باشند مگر جان مردم ایران ارزشی ندارد بله واقعیت این است که از همان روز نخست همهگیری کرونا در ایران خامنه ای با کوچکنمایی بحران به سراحت نقش مسیر خودش رو اعلام کرد و گفت که میخواد از تهدید فرصت بسازه استراتژی خامنی کلان تلفات انسانی بود به همین دلیل هم بود با دو ماه تاخیر خبر گسترش کرونا در ایران رو اعلام کردن واقعیت اینه که همه مسائل حتی جان مردم در نظام ولایت فرع و اولویت های سیاسی و امنیتی و به طور مشخص بقای نظام البته نباید در نظر دور بداریم که نگه داشتن این موضوع یک علت دیگه هم داشت و اون هم تعلل رژیم در خرید واکسن خارجی و تاکید و واکسن داخلی بودش و در همین رابطه قارت و چپاولی که میخواستن از طریق شرکت های وابسته به خامنه ای از مردم بکنن درست به همین دلیل اگر توجه کرده باشید موضوع خرید واکسن زمانی که به یک بحران و تهدید به شورش و قیام علیه نظام تبدیل شد بهانه ها کنار رفت و خامنه به سرعت عقب نشینی کرد بنابراین تا اونجایی که به نظام ولایت فقیه برمیگرده تنها زبان قدرت رو میفهمه و از اون وحشت داره تا برنامه بعدی خدا نگهدار شما